جادوگری که برای زنده موندن بدن انسان‌های مختلف رو باید تسخیر کنه. گلاسیا سلام، امروز یکی از فیلم‌های خوب اخیر رو آوردم به اسم یو وونت بی الون یا تنها نخواهی بود که نمره 93 توی راتن تومیتوز به خودش اختصاص داده. این فیلم یه محتوای خیلی خوبی داره که میاد به شکل ترسناک به نمایش میذارتش و آخر فیلم قراره بررسی بکنیمش. اینم بهتون بگم یه مدتی من واقعا کمکار بودم، گفته بودم بخاطر درگیری‌های زندگیمه. اگه دیگه مشکل پیشتریت می‌خوایم مثل قبل آپدیت روزانه رو ادامه بدیم و امیدوارم که با حمایتتون بتونیم این کارو عملی کنیمش. بریم فیلمو ببینیم، حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یه دهکده سرسبز میریم. گربه ای رو وسط جنگل میبینیم که یه رفع به یه طرف میدوه. صدای حمله یه حیوان وحشی شنیده میشه. اما همین لحظه گربه بار میبرمیگره و میفهمیم که چیزیش نشده. شروع به دویدن میکنه و به یکی از خونه های دهکده هم وارد میشه. جایی که زنی در حال آروم کردن بچه خودش، یعنی دختری به اسم نوینایی که مدام گریه میکنه. یه سری بچه هم بیرون خونه دارن بازی میکنن که صدای اونا نوینا رو بیدار کرده. مادر با عصبانیت بچه ها رو دعوا میکنه و وقتی برمیگرده خونه از وحشت خشکش میزنه. پیرزنی با بدن سوخته و قیافه وحشتناک کنار نوینا نشسته و لبخندی هم داره به مادر میزنه. اینجا باید یه توضیح بدم. طبق افسانه های قدیمی بعضی کشورها از جمله صربستان یه جادوگری توشون بوده که به اسم ولف ایترس یا گرگ خار شناخته میشه. این جادوگر که بدنش هم سوخته برای ادامه زندگیش به خوردن گوشت و خون نیاز داره و مادر هم بابت همین هیچ وقت بچه‌شون رو تنها نمیذارن چون نگرانن که این جادوگر بیاد دنبالشون. خلاصه که مادر نوینا وحشت زده است و به این جادوگر التماس میکنه که دخترش کاری نداشته باشه. در آخر هم یه پیشنهادی میده، اینکه بذار دخترمو تا 16 سالگی بزرگ کنم، بعد میتونی ببریش به عنوان خدمتکار خودت ازش استفاده کنی. جادوگرم بعد کمی فکر قبول میکنه، اما خب نه به سادگی. قبل رفتنش چنگی به گلوی دختر میکشه و با همین حرکت همه تارهای صوتیشو از بین میبره. دیگه بچه نمیتونه جیغ بزنه، نمیتونه صحبتی کنه. با رفتنش مادر نوینا اونو برمیداره و خودشو به غار میرسونه. غاری که دور افتاده است و تنهایی میاد خونه و حالا جیغ و داد میکنه. با این کاراش به همه همسایه‌ها میگه دخترم اون جادوگر اومد با خودش برد و خلاصه که همه هم باور میکنن دیگه نوینا وجود نداره. نقشه مادر عملی میشه و تنهایی دخترش رو توی همین غار بزرگ میکنه تا از شر اون جادوگر در امان بمونه. میخواد اینطوری اون جادوگرم فکر کنه که دختر از دست رفته و دیگه دنبالش نیاد. تا 16 سالگی همه چیز درست پیش میره. نوینا هیچ وقت باشه بیرون غار نذاشته و مادرم همش بهش سر میزنه و کلی باهاش وقت میگذرونه. ولی خب متاسفانه به خاطر جریان بچگیش این دختر تارهای صوتیشو از دست داده و حرفی نمیزنه. البته که مادرش بهش گفته شیطان این کارو باهات کرده و سلاتو دزدیده و الانم باید اینجا بمونی چون اون بیرون دنبالته. اما خب خیلی وقتا نوینا فکر فرار به سرش میزنه. حتی یه بار که مادر خوابیده خودشو آزاد میکنه، اما قبل فرار مادر میگیرتش و بعدم میزنتش و از اونجا میره. همونطور که گفتم 16 سال گذشته و یه روز که مادر دختر پیش همن یه عقاب وارد غار میشه. یکم مشکوک و مادر با عصبانیت چند تا سنگ میندازه سمتش، چون بر اساس این افسانه ها همون جادوگر یا ولف ایترس میتونه خودشو به شکل حیوانهای دیگه هم در بیاره. همچنان مادر نگرانه و برای همین هم میره بیرون غار رو چک کنه. یه رفعه صدای فریادش میاد و ساکت میشه. چند لحظه بعد برمیگرده توی غار، اما رفتارش عوض شد و بدون حرفی میاد طرف نوینا. دست و پاشو باز میکنه، اون رو به زور میبره بیرون و دختر از دیدن طبیعت میخکوب میشه. همراه مادرش به یه کلبه دور افتاده میرن که یه الاغ هم اون وسطه. مادر که حالا میفهمیم همون جادوگر بدنشو به تصاحب در آورده، میره طرف این الاغ و شروع میکنه به خوردن گوشتش. بعد میاد طرف نوینا، با نخوناش زخم بزرگ روی سینه نوینا میسازه و از دهنش یه مقدار خون و توف روش میریزه. حالا میام بیرون و جادوگر یه چوب آتیش میزنه و روی این زخم میگیره. نوینا متوجه یه سری تغییر توی خودش میشه و میبینه ناخوناش به شکلی ترسناک و سیاه در اومدن. با وحشت به جادوگر نگاه میکنه و حالا میفهمه خودش هم به یکی مثل اون تبدیل شده. جادوگر این کار رو انجام داده تا این دختر تا ابد مثل خوری زنده بمونه، بتونه خورش با آدم های دیگه تغییر بده و در آخر هم همراه این جادوگر حساب بشه. دوباره راه میافتن و جادوگر دستی میندازه به سینه خودش، انگار چیزی از توی خودش در میاره و وقتی برمیگرده همون چهره سوخته و شیطانیشو گرفته. نوینا هم میدونه که بدون مادرش دیگه هیچ کس توی دنیا نداره و بدون هیچ اعتراضی دنبال جادوگر راهش رو ادامه میده. حالا زندگی لوتایشون شروع میشه و نوینا هم راضیه. البته که میفهمیم اسم این جادوگر ماریاه.
جادوگر بهش یاد میده چجوری خودش رو تمیز نگه داره، از حیوانات تغذیه کنه تا با آدم کاری نداشته باشه، از خودش مراقبت کنه و کلی چیز دیگه. یه روزم نونا تنها داره توی دشت میگرده که یه مرد در دهکده اونو میبینه. زیبایی نونا جذبش میکنه و بدون فکری به سمتش راه میفته، میخواد باهاش ارتباط برقرار کنه، اما ماریا سعی میرسه با بیرحمی چونه اونو میگیره. نونا خوشکش زده و عصبانیه، اما جادوگر میگه دنیای آدم ها همینه، اگه نکشی میکشنت. حرف که به هیچ وجه توی مخ نونا نمیره و باعث عصبانیت ماریا میشه. این دعوا رو بارها با هم دارن. نونا میگه دنیا خیلی قشنگه، من نمیخوام به دیگران آسیب بزنم، میخوام عضو این دنیای قشنگ باشم. اما جادوگر کلا مخالفه و میگه این رفتارت آخر کار دستت میده. یه روز دیگه هم همین دعوا رو دارن و بعد بحث جادوگر به یه گرگ همون نزدیک حمله میکنه، میشینه کنارش، دل رودش رو در میاره و متوجه زخمی رو سینه جادوگر میشیم، مثل همون زخمی که نونا داشت. اجزای بدن گرگو تو همین زخم سینه خودش فرو میکنه و برای چند لحظه یه دفعه شکل اونو به خودش میگیره. بعدم از نونا دور میشه و برای همیشه اونو تنها میذاره، چون دیگه نمیخواد این بحثا ادامه داشته باشن. خلاصه که ارتباطشون قطع شده و نونا برای اولین بار تنهاست، نمیدونه چیکار کنه و همینطوری سردرگم توی دشت میچرخه. یه دفعه به مزرعه‌ای میرسه که یه زنی در حال زایمانه. با تعجب به این اتفاق نگاه میکنه و بعد مدتی از یه طرف دیگه وارد این قسمت دهکده میشه، اما یه پسر میبینتش و سری میدوکه بقیه خبر بده. نونا هم از اونجا در میره و با شنیدن صدای گریه یه بچه خودشو به داخل یه خونه میرسونه. با یه نگاه خاصی این بچه رو نگاه میکنه و جذب زیباییشه که یه دفعه مادرش سر میرسه و نونا رو هول میده کنار. بینشون درگیری شکل میگیره و نونا اتفاقی با ناخونهای تیزش جون این مادر رو میگیره. اول باورش نمیشه که چی شده، اما برای چند لحظه یار صحنه ای از اون جادوگر دیده بود میفته. شروع میکنه به درآوردن دل و روده های این زن و تو همون زخم سینه خودش میذارتشون. چند لحظه بعد حالا کاملا شبیه اون زن شده. باورش نمیشه، مخصوصا که حالا میتونه برای اولین بار از گلوی خودش صدا در بیاره. با خوشحالی جیغ میکشه، برهنه میرقصه و نوزادم روی زمین داره به خاطر این چیزها گریه میکنه. یه دفعه شوهر این زن که حالا نونا ظاهرشو گرفته از سر صدا به اینجا میاد. مادر شوهرش هم همینطور و خیلی هم عصبانی میشن. مرد یه دونه میخوابونه زیر گوشش و مادر شوهر که حالا نگران نونا رو با خودش به خونه میبره. به دختر میگه من میدونم پسرم چقدر عصبانی و دست به زن داره، اما تو نباید با این رفتارا جوابشو بدی و باید همیشه مطیع شوهرت باشی، مثل همه ما. نونا از این محبتی که مادر شوهرش بهش میکنه شگفت زده شده و انگار میخواد جوابشو بده، اما خب بلد نیست صحبت کنه و فقط صدا در میاره. مادر شوهرم فکر میکنه این رفتارهای پسرش بوده که دختر رو به این روز انداخته و بهش بیشتر محبت میکنه. مثل مادر واقعی بهش میرسه، کارهای خونه رو یاد میده، میبرتش توی جمع زنهای دیگه که دوست پیدا کنه و همه اینها زندگی دختر رو عوض میکنن. کم کم داره صحبت کردن رو هم یاد میگیره و از رفتارهای زنهای دیگه میفهمه چطوری باید همدردی کنه یا علاقه‌ش رو به دیگران نشون بده. البته مهمترین چیزی که ازشون یاد میگیره مطیع بودن مقابل مرداست. چند روزی از جریان گذشته که سر و کله ولف ایترس جادوگر یا همون ماریا پیدا میشه. میاد پیش نونا و بهش میگه واقعا برات متاسفم. تو با من دعوا کردی و گفتی همش بهت میگم چیکار کنی و چیکار نکنی. میگفتی خیلی خشنم، برات زندان درست کردم. اما الان خودت با پای خودت توی زندان دیگه رفتی. هیچ احترامی واسه خودت قائل نیستی و نمیفهمی نتیجه چی میشه. یه روز همینا که الان دوستشون داری دهنتو سرویس میکنن. همین شب وقتی نونا میخواد بخوابه، شوهرش میاد طرفش و میخواد با عصبانیت باهاش ارتباط برقرار کنه. خب این اولین بار نونا و اصلا نمیفهمه جریان چیه. برای همینم اتفاق با ناخونای بلندش به مرد آسیب میزنه و جونشو میگیره. حالا میدونه که دیگه جای تو دهکده نداره و برای همینم اجزای بدن زن و اصلیش درمیاره و به شکل اصلی خودش برمیگرده. از دهکده دور میشه و با دیدن یه سگ تصمیم جدیدی میگیره. میدونه که همین بلا رو سر سگ میاره و حالا خورش جای اونجا میزنه. بعد از اتفاق شب قبلی هم خیلی براش عجیبه که چرا شوهرش داشته اون کارو باهاش میکرده. برای همینم تو قالب این سگ دنبال چند تا مرد توی جنگل راه میفته که دارن میرن سمت یه دریاچه. میخواد بیشتر در مورد مردا یاد بگیره. وقتی به دریاچه میرسن به شکل اصلی خودش برمیگره و شروع به تمیز کردن خودش میکنه. یکی از مردا میبینتش و نونا هم از قصد با اشوه اونو همراه خودش به گوشه میبره. یه دفعه بهش حمله میکنه و حالا خودش رو تبدیل به این مرد میکنه. اولین چیزی که براش عجیبم خب دم و دستگاه یاروه، چون نمیدونسته که مردا اینو دارن. خلاصه که حالا زندگیشو به عنوان یه مرد شروع میکنه. یاد میگیره کشاورزی چطوریه، با کارهای سخت و یدی آشنا میشه، حس میکنه آزادیش بیشتره و خوشحالتره. تا اینکه یه روز وسط دهکده بچه‌ها رو در حال بازی با یه عروسک میبینه.
از کنجکاویش عروسک رو برمی‌داره و وقتی میخواد باهاش بازی کنه مردم دهکده با وحشت بهش نگاه میکنن. حتی فکر میکنن بدنش تسخیر شده و همون حویلای معروف یا جادوگر این کار رو انجام داده، فقط به خاطر اینکه یه مرد خواسته روحیه کودکانش رو نشون بده. خلاصه که اصلا میبندنش و یه مراسمی مثلا برای جنگیری انجام میدن، اما خب نتیجه این نداره و نیونا تظاهر میکنه که حالش دیگه خوب شده. تو همین روز است که دوباره سر و کله جادوگر اصلی یعنی ماریا پیدا میشه. به نیونا میگه تو بازم داری توی زندگی جدید شکست میخوری، کی میخوای یاد بگیری که چه مرد چه زن، تو به هر حال یه زندانی. بعد رفتنش هم نیونا توی انبار تنهاست که یه دختر میاد پیشش، یکی از دخترهای دهکده است که با این مرد قبلا تو رابطه بودن. برای همینم میاد طرفش و نیونا هم همکاری میکنه، با هم رابطه دارن و نیونا برای اولین بار حس ارضا رو تجربه میکنه. البته به عنوان یه مرد یکم زندگی به حالت عادی برمیگرده که یه روز دیگه بچهای دهکده میدوئن سمت نیونا، بهش میگن یکی از دوستامون از صخره افتاده و برو کمکش. نیونا هم همین کارو میکنه، اما با دیدن دختری که افتاده و جونش رو از دست داده فکری به سرش میزنه. حالا که فهمیده زندگی به عنوان یه مردم کلی داستان داره، میره طرف این دختر و بعد چند لحظه شکل اونو به خودش میگیره. پدر مادر بچه سر میرسن و وقتی میبینن زنده است، که البته همون نیونا ماه، با گریه تو آغوش میگیرنش. نیونا برای اولین بار داره حس عشق و علاقه خانواده رو تجربه میکنه، میفهمه بچگی یعنی چی و مدتی رو با خوشحالی تمام زندگی میکنه. یه شب که با بقیه بچه‌ها جمع شدن، مادر بزرگی میاد و براشون قصه میگه. قصه از افسانه بزرگ این دهکده یا وولف ایترس، جادوگر یا همون ماریای خودمون. تعریف میکنه که این جادوگر یه زن خیلی ساده بود. برای پدر و مادرش مثل خدمتکار بود و هیچ مردی نمیومد که اونو بگیره. یه روز وسط جنگل جادوگر دیگه‌ای رو در حال خوردن یه حیوان میبینه. با التماس بهش میگه یه کاری کن، من شوهردار شم و از خونه برم. جادوگر بدون حرفی چنگی به سینه ماریا میندازه و بعدم روی اون توف میکنه، همون کاری که ماریا با نیونا انجام داده بود. روز بعد این اتفاق یه مردی به خونه پدر و مادر ماریا میاد، با پدرش صحبت میکنه و میگه من یه پسر دارم که مریضه، چند روز دیگه هم جونش رو از دست میده و نمیخوام به عنوان یه باکره از دنیا بره. خلاصه که یه پول خوبی به بابای ماریا میده در ازای اینکه ماریا با پسرش رابطه داشته باشه. ماریا هم که اینو میفهمه خیلی مخالفه، اما پدر و مادر مجبورش میکنن، میبندنش و میبرنش اونجا و خب اون پسر بیمارم کارشو انجام میده. چند روز بعد اتفاق، حالا ماریا هم مریض میشه، نمیتونه هیچ کاری بکنه و انگار اونم بیماری گرفته. اما خب یه حس عجیبی هم تو دلشه. وقتی تنها میشه یواشکی از خونه میاد بیرون و میره سمت حیوانهای مزرعه. از ته دلش نیاز به گوشت و خون داره، به یه گاو حمله میکنه، خونش رو میخوره و از حال میره. مردم دهکده اونو تو این حال میبینن و حالا مطمئنن که این زن شیطانی شده. برای همینم ماریا رو میبندن و جلوی همه آتیشش میزنن، غافل از اینکه این طلسم 3 تا مرحله داشت. مرحله اولش همون زخمی بود که جادوگر به وجود می آورد، دومیش خونی که توف میکرد روی اون و سومیش هم آتیش که باید بهش بخوره. حالا ماریا رو آتیش میزنن و باعث میشن طلسمش فعال شه، طلسمی که بهش زندگی ابدی میده در ازای خوردن گوشت و خون. مردم دهکده با دست خودشون جادوگری تولید کردن که سراغ خودشون میاد. خلاصه که نیونا حالا به عنوان یه بچه از زندگیش راضیه، همینطوری ادامه میده و کم کم بزرگ میشه، زندگی عادی داره و عاشق یه مردم میشه. یه روز دیگه جادوگر سر میرسه و به نیونا میگه این بار زیادی دوام آوردی، اما یادت باشه این عشق واقعی نیست. میدونم عاشق اون مردی، اما اگه حقیقت رو در موردت میدونست همون لحظه ولت میکرد، تو با دروغ اون عاشقش کردی. نیونا بی توجه به این حرف رابطش رو ادامه میده و در آخر هم با این مرد ازدواج میکنه. برخلاف تجربه زندگی های قبلیش، شوهرش اصلا عصبی و مردسالار نیست، واقعا نیونا رو دوست داره و تو همه چی بهش کمک میکنه. حتی یه روز نیونا جرأت پیدا میکنه و حقیقت رو در مورد خودش به این مرد میگه. اول خیلی شوکه میشه، اما وقتی نیونا با ناخونهاش ثابت میکنه که جادوگره، اونو تو آغوش میگیره و میگه مهم نیست، من عاشقتم و مهم اینه اون روزای تاریکو پشت سر گذاشتی. اتفاق دیگه‌ای هم میفته و اینکه نیونا از مرد باردار میشه. بالاخره خوشی‌ها تموم میشن. وقتی که نیونا بدن بیجون شوهرش رو وسط مزرعه پیدا میکنه، یه گراز وحشی به شوهرش حمله کرده، اما نیونا با نگاه به گراز میفهمه همون جادوگر یا ماریایی که خودش رو به این شکل درآورده. خیلی عصبی و ناراحته و مردم دهکده هم اونو مقصر میدونن. میگن نیونا یه آدم نحسه، چون وقتی اومده اتفاقای بد افتادن. بالاخره یه مدت دیگه هم میگذره و نیونا بچه‌شو به دنیا میاره.
همین روز همه در و پنجره‌های خونه رو می‌بنده، کلی غذا جمع می‌کنه و حاضر نیست به هیچ قیمتی بچه‌شو ببره بیرون، چون می‌دونه که ماریا دنبالشه. بالاخره یکی از زنای شهر رو به کمک خودش میاره و وقتی که دنبال غذای هیزومه اونو مسئول نگهداری از بچه‌اش می‌کنه. یه روز که برمیگرده می‌بینه این زن افتاده زمین و جونش رو از دست داده. با وحشت میره سمت بچه‌اش و می‌بینه که ماریا جادوگر خبیث اونجاست. در حالی که منونا زل زده ناخونش میبره نزدیک دختر و تو چند ثانیه جون اونو میگیره. نونا زجه میزنه و میدو طرف بچه‌اش. سری میره یه بز بیرون میاره. دل رودش رو در میاره و میخوره. با ناخونش رو سینه بچه‌اش زخم ایجاد میکنه و خونی که دهنش رو تف میکنه اون رو. یه تیک آهن میذاره روی آتیش و چند لحظه بعد به این زخم فشارش میده. همینجاست که بچه‌اش دوباره زنده میشه و لبخند میزنه. نونا برای مراقبت از دخترش این تلسم وحشتناک رو بهش انتقال میده. ولف ایترس یا همون جادوگر همینطور به جفتشون زور زده و میزنه زیر گریه. میگه دنیا خیلی به من زور کرد. آدما کاری کردن از عشق و همه چی ناامید شدم. اما تو همین لحظه تو بهم ثابت کردی عشق وجود داره. هر چقدرم اتفاق بدی واسط افتاد، امید تو به عشق دست نداری و این خیلی عجیبه. نونا با عصبانیت از کاری که این جادوگر به خانواده‌اش کرده میره سمتش و با یه حمله وحشیانه دلرودش رو میریزه بیرون و جون اونو میگیره. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. بعضی که فیلمو میبینن میگن محتوای فمینیستی داره، بعضیا میگن که میخواد در مورد محدودیت زنها تو قرن 19 صحبت بکنه. هر کسی یه برداشت خاصی داره. ولی خب وقتی برید نقدهای این فیلمو بخونید و بررسی کاملش رو مشاهده کنید، میفهمید که یه حرف خیلی مهمی پشتشه. این فیلم میخواد یاد بده که تمام انسان‌ها به اندازه خودشون مشکل دارن و چه مرد چه زن توی زندگیشون یه سدهای خیلی بزرگی قرار میگیره که باید از اونا بگذرن تا بتونن به زندگی تعالی اصلیشون برسن. همونطوری که نونا وقتی به عنوان یه زن رفته بود میدید که همسرش داره کتکش میزنه، میدید که چقدر داره تو جامعه تحقیر میشه، میدید که باید فقط حرف گوش کن باشه و بگه چش. وقتی تو جلد یه مرد دیگه رفت فهمید نمیتونه احساسات خودش رو بروز بده. وقتی که این کارو انجام داد بقیه همه به عنوان یه دیوونه نگاهش میکردن و حتی فکر میکردن جن زده شده، به خاطر اینکه فقط داشت با حس بچگی خودش ارتباط میگرفت. وقتی به عنوان یه نوجوان 7-8 ساله خواست زندگیشو ادامه بده، همه چیز خوب بود. مشکلات خودشو داشت ولی تونست تا بزرگ شدن ادامه بده و دید وقتی که بازم به سن جوانی میرسه، وارد دنیای بزرگسالها میشه، دوباره این مشکلات سراغش میان. پس هیچ کس نیست که بتونه اون زندگی عالیو داشته باشه. همون حرفی که اون جادوگر یعنی ماریا میخواست از اول فیلم بهش بگه. میگفت که مهم نیست تو کجا بری، چی کار بکنی، چقدر از من دور بشی، تو به هر حال زندانی. تمام انسان‌ها زندانی. ولی خب یه محتوای دیگه هم پشتشه. این که میخواد نشون بده چقدر عشق و امید تو زندگی آدم‌ها مهمه. ماریا اینا رو از دست داده بود. اون لحظه‌ای که فهمید هیچ کسی نمیخوادش، فهمید پدر و مادرش به یکی دیگه فروختنش، فهمید آدم‌های دیگه به خاطر مشکلاتی که داره به خاطر شرایطش میخوان زنده زنده اونو بسوزونن. وقتی این اتفاقا براش افتاد اون واقعا عشق رو از دست داد. اون لحظه‌ای که داشت میسوخ امید رو از دست داد. هیچ کسی اونو نمیخواستش، همه داشتن از بین میبردنش و خب در نهایت یه قسمتی از جسمش واقعا مرد. اونقدر دیگه ناامید شده بود که به کسی مثل نونا میگفت اصلا عشق وجود نداره. حالا خودتو سرویس کن، کاری میخوای بکن، تهش مثل من میشی تو هم. نمیتونه حتی تو ذهنش اینو بگنجونه. اما آخر فیلم اون لحظه ای که دید نونا تونسته یه کاری انجام بده که عشق دوباره به زندگی ماریا برگرده، اشکش اومد. تازه فهمید چقدر از زندگیش از دست داده به خاطر اینکه این عشق رو نداشته. و خیلی جالبه که این همه اتفاق تو فیلم میفته. نونا تو شخصیت آدم‌های مختلف میره، توی حیوان‌ها میره، زندگی خودش رو داشته. همه اینا رو کنار هم می‌ذاریم و فقط یه جا هست که عشق واقعی رو حس می‌کنه. اونم لحظه ای که بچه‌ش تو آغوش گرفته. نونا فقط برای بچه‌ش حاضر هر فداکاری بکنه و دست به هر کار ترسناکی بزنه، چون نمیخواد اون رو از خودش دور بکنه. عشق مادرانه انگاری توی این فیلم تنها عشق واقعی نشون داده میشه و به نظرم خیلی قشنگ و واقعیه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. فیلمش میگم خیلی حرفای زیادی داره توش، حتما یه بار بشینید ببینید. یه نکته هم که توی گروه تلگرام گلاسیا بیاد، قرار از این به بعد هفتگی فیلمو هماهنگ بکنیم، سر یک ساعت خاص ببینیمش و بعد میخوام بدون وایس کال توی گروه بذاریم که در مورد اون فیلم با هم صحبت کنیم. اگه خوشتون اومد حتما بیاید توی گروه، خوشحال میشیم که کنار هم باشیم. لایک کامنت ساب یارتون نره. روزتون دارم. مرسی از حمایتایی که از کانال میکنید. روزتونم گلسی.